دوستان عزیزم، سلام عرض می کنم و درود می فرستم خدمت تک تک شما عزیزان بزرگوار. می خوام ماجرای امروز با دخترم بگم. همش هی میگن مادران فداکار، به زیر پای مادرانه، نمیدونم مادر قلبشو میده، مادر عشقشو میده، مادر جونشو میده واسه بچه. ما هم میگم ما پدرام کم نمیذاریم واسه بچه‌هامون. همین امروز مثال بزنم واسهتون. آقا ما امروز رفتیم دخترمو برداشتیم، میخواست برای آزمایشگاه که آزمایش بده، بایستی تا بایستی هیچی نمیخواست، بایستی ناشتا میرفت، یعنی که نوشتن میگن، یعنی ناشتا فکر کن، ناشتا که یعنی هیچی نمیخورد، نه آب و نه چای و نه قند و نه هیچی، و میرفت واسه نمایش، واسه آزمایش. آقا ما نشست تو ماشین ما یک عزیزی واسه ما از انگلیس یک بسته بیسکویت سوغات آورده بود، نه ما یکیش خورده بودیم تهران، بقیهش همه تو اون بیسکویته بود، یکیش هم یک دفعه این دختر ما خورده بود، خیلی هم بیسکویته خوشمزه بود. جاش شما خالی، حالا نشون میدم عکسش واسهتون. بعد این جلو ماشین گذاشته بود، من این نمی آوردم خونه چون نخورم، چون من نباید قند و مند و اینا نباید زیاد بخورم، حالا کار ندارم که روزی 3 کیلو کیکم می خورم اگر باشه، ولی بعضی وقت مثلا بعضی چیزا که دیگه خیلی را دستم نیست و خیلی دوست ندارم، مثلا میگم نه اینا نباید بخوری، چون بیسکویت خشک من زیاد علی چیز خشک نیست، چیز تر باشه و نرم باشه دوستا. به هر حال سرتون درد نمی، این دختر ما تا ساعت 1:30 بعد چی نمی خورد. یعنی شما حساب کنید، من خودم وقتی که آزمایشگاه میرم همیشه ساعت 7 میرم که دیگه طاقتم تمام میشه، میگم بابا 7 بریم آزمایشگاه تمام شه که بیا 8 بخوریم 7:30. ولی این طفلی گفت من ساعت 1:30 بیا. آقا اینم هی این چیزو نگاه میکرد، این بیسکویت ها میگه بابا خیلی گشتم، من واقعا این مهر پدریم دیگه بهم اجازه نداد. گفتم پاریس برو بیرون بیا. این طفلم تا رفت بیرون اومد، من واسه اینکه شد دست به فداکاری زدم دیگه، تمام این بیسکویت یک ضرب خوردم، یعنی خوردم خیالش راحت کردم، فقط پوستش موند. وقتی که اومد گفتم بفرما از حالا دیگه ناراحت نیستی، بابات فداکاری کرد واسه همه رو خورد که شما چیه ناراحت نباشین. پدرم که واسه کی واسه همجوری موقعان که خودشون رو به حساب فدا کنن واسه بچه‌ها. خلاص آقا ما خوردیم، این بچه اولش که خیلی ناراحت شد ولی بده خود خندید، اینا گفت واقعا این مثل کارای خودته. ما هم جای دیده بودیم بعضی از مادرام که میگن مادر مثلا 3 تا بچه داشت فقط 3 تا داشت و نمیدونم هنوز همه رو خورد که هیچی به هیچ کی نرسه. حالا داستانش یادم رفت الان. به هر حال عزیزان، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که ما دیگه اونقدر هم پدر بدی نیستیم. بعد از اینکه آزمایشش رو داد، کجا بردمش؟ این غذا رو ببین، بردمش رستوران ایرانی و غذاهایی که دوست داشت بهش دادم و ببینید که خیلی دیگه شنگول شد. تا وقتی که آزمایش نداد که اصلا باشه نمیشه یک کلمه حرف بگم. راست میگم، بعد وقتی چه ساعت 8 شب یک چیز خورده بود، الان ساعت 12:00 1:00 تا رفتیم شد 2 بالای اون ور 2 از 2 گذشته بود. خلاصه این غذایی بود که خوردیم، جای شما خالی خیلی خوب بود. و فقط امروز چه ناراحتی ما از این بود که تو من این رستوران فقط میرم بخاطر اون ظرف گردش که دوری ما بهش میگویدیم چی، مثل مجمع های کوچیک که جنسش هم نمیم نقرهی که نیست، مثل نقره سنگینه فکر کنم که روی نمیدونم هرچی، ولی اونا قشنگ بودن به خاطر اون. اگر قرار باشه رس ظرفاشو از اونا نباشه دیگه اونجا نمیرم، میرم جای دیگه نزدیک اونم رستوران بهتر. به هر حال از اینا از جریان امروزمون جاتون خالی، قضیه خوشمزه بود، خدایی دستشون درد نکنه. و گفتم که بگم شما که خیال نکن ما پدرها فداکاری نمیم. من به خاطر این دخترم تقریبا فکر کنم یک چیزی بوده 500-600 گرم بیسکویت رو خوردم، خودم فداکاری کردم که دخترم ناراحت نباشه. اینم از ویدیو امروزمون دوستمون، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال باشین، همتون رو به خداوند عقل و خرد می سپارم. تا ویدیوی بعدی، روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش باد.